در بخش پایانی این سلسله مباحث در مورد درمان های صحبت خواهیم کرد من صادق سلامیم مطالب و نوشته های ما رو میتونید در داخل سایتمون پی بگیرید و ویدئوهایی که به قصد آموزش براتون میسازیم رو هم توی کانال هایی که توی اینترنت داریم راه های ارتباطی با من هم توی سایتم درد شده عرض بکنم خدمتتون که جینکوماستی با دارو و این صحبت قابل درمان نیست چه به صورت مادرزادی به این آرز مبتلا شده باشی چه در اثر بلوغ چه در اثر چاقی و یا حتی چه در اثر ورزش به هر حال در صورت که از این آرز رنج بیبرید باید خدمتون عرض بکنم که دارو برای شما کاری نمیکنه و باید جراحی انجام بدید همونجوری که میبینید بعضی از دوستانی که این مشکلات رو دارن لاغر میکنند بعد در لاغری رایت برخی مسائل رو نمیکنند و فجایی رقم میخوره که چند نمونش رو اینجا میبینید در صورتی که فردی که مبتلا به این آرزه هست لاغریش خارج از کنترل بشه و برنامه های لاغریش درست بیاده نشه فجایع این چنینی رقم میخوره و وقتی فجایع این چنینی رقم خورد دیگه چاره جز جراحی واقعا نخواهید داشت و البته اینم خدمتون بگم پزشکان تا همین ده 15 سال قبل اگه کسی اصرار داشت که آقا من میخوام نوک سینمو جراحی بکنم تا حد امکان از این کار منصرفش می کردند و به ندرت تمایل نشون میدادند که آقا جراحی انجام بدن ولی چند سالی هم هست که به عینه من تو ایران دیدم که برخی از دوستان و عزیزان عملا دکان وا کردن و حتی شما برای یه مشکل دیگه پیششون برید میگن حالا بخواب نکسینت عمل بکنم بعد انشالله و اولین مشکلی که اینجا پیش میاد اینه که هزینه از یه کارت خون میذارن جلوتون میگن بکش سخاوتمندانم بکش تا اینکه درستتون بکنیم بعد جراحی هم داستانای خاص خودش رو داره که در ادامه توضیح خواهم داد. عرض کردم که ابتدا به ساکن باید کارت بکشید ببینید درمان ها هزینه برن حالا چه درمان های عادی چه درمان های زیبایی هر جور شما حساب بکنید درمان هایی که روتون انجام خواهند داد سوایی این که ممکنه پر زن براتون باشه هزینه هاش هم در نظر بگیرید سر همین توصیه میکنم که آقا به پیشگیری بیش از درمان اهمیت بدید هم کم هزینه تره همین که کم درتره همین که بالاخره مطمئنتر و سیف تر هست ولی باز اگر نوکسینه گرفتید رفتید زیر تیغ جراحی براتون جراحی میکنن که البته خود این جراحی هم الان متود های مختلفی داره متود های قدیمی بود که شکافی جاد میکردن مثل همینی که در تصویر میبینید نوکسینه رو بریده و خارج میکردن ولی در متود های جدید برش چندان بزرگی ایجاد نمیکنن با یه چند تا سوراخ کار سرطه کار رو هم میارن که باز هم این هم عوارز خودشون رو داشته که در هیته این بحث نمی گنجه. بعد جراحی مدت ها باید گین های صفت بپوشید تا پوستی که شل شده در سینه برگرده سرجاش ولی با همه این مسائل در خیلی از موارد جراحی ها درست پیش نمیرن دقت بکنید یک نمونه از جراحی هایی که انجام شده سینه تابتا میشه تابتا شدن سینه یکی از طبعاته. حالا در برخی موارد جراح بهتر عمل میکنه ولی جراحی که انجام بشه نتیجهش این میشه که سینه تخت تخت شما ورزش نکنید برید اینو عمل بکنید همین میشه یا مثل ایشون شما باید یه چیزی داشته باشید لاغلا اگه رفتین جراحی کردید زیرش یه چیزی در بیاد نه اینکه اینجوری تخت و صافینا بشه که خود این عملا تفاوت عمده ای با نوک سینه نداره و خیلی اصلا جذابیت خاصی هم شما نمیده مشکل بعدی فرو رفتگی نوک سینه ها بعد جراحی که تو این تصویر میبینید و مشکل خیلی از کسانی که عمل کردن و همچنین جای بخیه هایی که میمونه مخصوصا اگه جراح خیلی هم باتون حال نکرده باشه و خیلی خوب جراحی نکرده باشه یا تخصصش چیز دیگه باشه جراحی عمومی چیزی باشه و اومده باشه این کار رو براتون انجام داده باشه بعضا مشاهده میشه که حتی داروهایی رو به فرد سوء تجویز میکنن برخی از دوستان که میگن که آقا این آرزه نوکسینه که در اثر مصرف استرویدهای آندروژن براتون رخ داده یا اینکه اصلا به صورت مادرزادی یا در اثر بلوغ براتون حادث شده رو این داروها درمان میکنن نه خیلی اینجوری نیست اصلا دارویی برای درمان این مشکل وجود نداره داروهای آنتی استروژن هم اگه زیر نظر پزشک تجویز بشه که تجویز نمیکنن معمولا شاید برای کنترل و برای مهار و برای جلوگیری از بزرگ شدن این آرزه مناسب باشه ولی تنها راه چاره همون جراحیه که مشکلاتش رو به صورت گذرا توضیح دادم